بگذاریم سخن دوست خوشتر است پیغام آشنا نفس روح پرور است سلام به همه شما نازنینان که امروز با ما همراه هستید شما وقتی کلمه مرز رو میشنوید چه تصویری توی ذهنتون میاد؟ تصویر کشورهایی که مرز دارن، شهرهایی که مرز دارن شاید برای یه مهاجر مرز براش دلتنگی و دوریه برای یه سرباز مرز اونجاییه که باید ازش پاسبانی کنه و نگهبانی کنه برای هر کدوم از ما شاید مرز نشونه فاصله هستش نشونه دوری هستش و هر کدوم از ما یک تعریف و یک احساسی از مرز داریم ولی امروز ما میخوایم توی این برنامه و چهارده هفته آینده که همراه شما خواهیم بود در مورد مرزی صحبت کنیم که به شکل پلیه که ما رو به همدیگه نزدیکتر میکنه رابطه های ما رو سمیمیتر میکنه و اتفاقا به ارتباطات ما عمق میبخشه به همین خاطر مهمان عزیز و ویژه ای داریم آزاده جان که امروز مهمان برنامه ما هستن آزاده جان خیلی خیلی خوش اومدی مرسی خیلی ممنونم از دعوت شما مرسی که امروز با ما هستی آزاده جون شما. ما اولین قسمت از فصل دوم خانه دوست رو امروز داریم شروع میکنیم و به طور خاص میخوایم به مبحث حد و مرز بپردازیم ده. ولی قبل از اینی که به این موضوع بپردازیم دوست داریم که شما خودت رو برای بینندگان ما معرفی کنی خب همونطور که گفتیم من آزاده هستم و دوازده سال هست که ازدواج کردم و خداوند رو خدمت میکنم حدودا میشه گفتش که سیزده ساله که به ایسای مسی رو بردم و الان هم در خدمت شما عزیزان هستم مرسی, مرسی. خیلی با خیلی با خوش اومدید با, 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 با توجه به شناخت قبلی که ازت دارم همسر شما حافظه خیلی خیلی خوبی داره بله بله فوق العاده خوب این خوبه <applause> یا بده <applause> بعضی وقتا خیلی خوبه بعضی وقتا خب خوب نه تاریخ ازدواجه و تاریخ تولد هیچ وقت فراموش نمیشه خوب همه از این شاکی ولی خدا رو شکر شما شاید وقتی هم که بحثتون میشه اون جملات و چیزایی که رد و بدل طرف امیر جان هیچ وقت فراموش نمیشه نه؟ بله اونم <applause> خیلی عالی خیلی عالی همطور که گفتیم میخوایم راجع به حد و مرس صحبت کنیم که اصلا حد و مرس چی هستن و سوال اول من از شما اینه آزای جان چرا اصلا حد و مرس ها مهم هستن؟ چه سوال خوبی حقیقتش اینه که قبل از اینکه بریم توی این سوال من فکر کنم که باید اصلا اه در مورد حد و مرزا توی دنیای فیزیکیمون صحبت کنیم همونجور که لادنجان گفتن وقتی ما کلمه حد و مرز رو میشنویم اولین چیزی که به ذهنمون میاد مرز بین کشورها هستش مرزها مهمن توی دنیای فیزیکی چون اولین کاری که میکنن اینه که اون چیزی که در درونشون هست رو تعریف میکنن مثلا ایران و ترکیه دو تی کشور همسایه هم هستن هم. وقتی ما بین این کشورها مسافرت میکنیم ما میدونیم که ایران کجا تموم میشه و ترکیه کجا شروع میشه و برعکسش و این به خاطر وجود مرز هاست دومین کاری که مرز ها انجام میدن اینه که از اون چیزی که در درونشون هست محافظت میکنن مثلا از جنگل ها، رودخونه ها، کوه ها مثلا به عنوان مثال ایران نمیتونه بگه که دریاچه وان متعلق به منه چرا؟ چون این دریاچه تو مرزای ترکیه هست همینطور برعکسش ترکیه نمیتونه بگه کوه‌های زاگروس متعلق به منه به خاطر اینکه داخل مرزای ایرانه و پس مرزها دو تا کار مهم اینجا انجام میدن یکیش اینه که هویت میدن به اون چیزی که در درونشونه و محافظت میکنن از چیزی که در درونشونه و وقتی چیزها در درون یک مرز هستن زیبا هستن یه دریاچه وقتی درون مرزاش زیبا هست. یه دریا وقتی درون مرزاش زیباست یه رودخونه وقتی درون مرزهاش هست زیباست حالا فرض کنیم که یه طوفان سیلاسان میاد بارون میاد شدید وقتی که رودخونه و دریا مرزای خودشون رو رد میکنن اولین اتفاقی که میفته اینه که خرابی به بار میاد ببار. سیل میشه سونامی میشه و مرزها همونقدر که همین الان گفتیم توی دنیای فیزیکی اهمیت دارن به همون اندازه تو دنیای روحانی هم اهمیت دارن مهم. چرا؟ چون این مرزها از ما محافظت میکنن مهم. به طور خاص از قلب های ما محافظت میکنن چون کلام خداوند اینو میگه میگه که قلب ما سرچشمه امور حیاتی هست و مرزهایی که ما میذاریم توی رابطه هامون کمک میکنه به اینکه از قلبمون بتونیم که محافظت کنیم و همینطور از رابطه هامون بتونیم که محافظت کنیم خیلی زیبا و عالی گفتی آزاده جان ولی آیا خودت با وجود اینکه انقدر خوب این حد و مرز ها رو تعریفش رو داری تجربه مثبت یا منفی هم داری خب من هم تجربیات مثبت داشتم تو این قسمت هم تجربیات منفی ولی ترجیح هم اینه که تجربه منفی رو با شما در میون بذارم چون فکر میکنم که این میتونه سوال خیلی از بیننده ها یا تجربه خیلی از بیننده های این برنامه باشه و اتفاقا توی گذاشتن حد و مرزاشون براشون دل سردی اوورده مهم. این تجربه ببینیم ما وقتی که کوچیک هستیم از بچگی یاد میگیریم که معمولا اینو یاد میگیریم توی فرهنگ ایرانی ما هست که نگفتن چیز بدیه مهم. مثلا فرض کنید که شما کوچیکید و مهمون میاد خونتون و شما یه اسباب بازی دارید که خیلی بهش علاقه دارید و بچه مهمون دقیقا دست میذاره رو همون اسباب بازی که شما دوست دارید و بهش علاقه دارید و اونو میخواد بگیره و حالا اینجا مادر شما میاد برای اینکه میخواد مهمون نوازی کنه و میخواد در واقع مهماندار عالی باشه میاد به شما میگه که حالا عروسک تو یا این اسباب بازی تو بده اشکال نداره بده بازی کنه خب شما نمیخواید این رو انجام بدید ولی این کار رو انجام میدید برخلاف میلتون پس در ناخداگاه ما به عنوان یک کودک از همون کودکی ما این رو یاد میگیریم که نگفتن چیز بدی هست آیا مادر و پدر ما دوست دارن که اون اسباب بازی رو از ما بگیرن نه. نه اینو دوست ندارن ولی چون اون فرهنگ مهمان نوازی در ما هست پس ما میخوایم که اینو انجام بدیم که اون مهمون ناراحت نشه اما خیلی وقتا برای خود من هم گفتن نه خیلی کار سختی بوده و معمولا اینطوری بوده که تجربه من اینه که وقتی یه رابطه رو میخوام با یه نفر کنم همیشه سعی میکنم از اول وقتی که اون فرد رو درست نمیشناسم یک حد و مرزهایی رو برای خودم و اون فرد بگذارم ولی این تجربه که الان میخوام مطرح کنم شاید شما هم داشتین اه بعد از یه مدت که میگذره از رابطه ما و ما با هم سمیمیتر میشیم اون فرد میاد و به من میگه که من فکر میکردم که شما خیلی خودتو میگیری مهم. یا من فکر میکردم که شما من رو از یک زاویه بالاتری نگاه میکنی ولی الان که شناختمت متوجه شدم که اینطور نیست اگر مهم. من اقراق نکنم میتونم بگم شاید تو رابطه هم با آدما چل پنجاه باری حداقل این تجربه رو داشتم و و باید اعتراف کنم که بعد از چند بار شنیدن این موضوع تصمیم گرفتم به گونه دیگری عمل کنم یعنی چی؟ یعنی در گذاشتن اون حد و مرز در ابتدای رابطه با اون فرد اینو انجام ندم و میخوام بهتون بگم خیلی سمره بدی داشت برعکس تصور من و اونم این بود که بله. بله و اونم این بود که چون ماها هم دیگر رو نمیشناختیم وقتی حد و مرزی که باید گذاشته میشد رو نذاشتیم در نهایت رابطه ما اونجوری که باید شکل میگرفت نتونست که شکل بگیره دلست. و عمیق بشه و حتی در جایی میتونم بگم که حتی گسسته شد اه. پس اه میتونم بگم که نترسیم از اینکه بخوایم حد و مرز بذاریم و یاد بگیریم و تمرین کنیم که بعضی جاها میتونیم نبگیم درستم. و این کمک میکنه به هر دو نفر ما ده. در یک رابطه مرسی سیار. مرسی جان همونطور که گفتی وقتی که ما شروع میکنیم به حد و مرز گذاشتن ممکنه با یه سری شکستا مواجه بشیم ممکنه که بهتره به کار نبرم قطعا با یه سری شکستا مواجه میشیم اما تو فکر میکنی چه راهکارهایی برای ما وجود داره که ما رو تشویق کنه توی مسیر ساختن حریم ها به پیش بریم شاید بعضی از بیننده های برنامه شما الان بگن که خب الان من میدونم که اهمیت حریم ها چی هست و من میخوام بذارمش اما من انگیزه ای برای انجام دادنش ندارم حالا به خیلی از دلایل من میتونم بهتون بگم که به نظرم مهمترین انگیزه ای که یک نفر از گذاشتن حریم ها میتونه توی روابطش داشته باشه احترام و محبت متقابله <applause> یعنی ما بهش اینجوری نگاه نکنیم که من اگر دارم اینو میذارم شاید فکر طرف مقابل نسبت به من عوض بشه ولی اگه در طولانی مدت بهش نگاه کنیم و فکر کنیم میبینیم که نه اتفاقا سمره ای برای ما خواهد داشت احترام نسبت به همدیگه رابطه بهتر و عمیقتر محبت بیشتر و این اولین چیزی که باید انجام بدیم دومین چیزی که باید انجام بدیم اینه که از ما باید برای شناختن همدیگه وقت بذاریم این خیلی مهمه و و اینکه از خودمون شروع کنیم من فکر میکنم از خودمون شروع کردن مهمترین چیزیه که ما میتونیم انجام بدیم ببینید من نمیتونم از یک نفر انتظار داشته باشم که منو به اسم کوچیکم صدا نزنه ولی من خودمونو به اسم کوچیک صدا بزنم ده. من نمیتونم از یک شخصی انتظار داشته باشم که مثلا من ه... سر همسرم... همسرم سر من فریاد نزنه ولی خودم این, کارو این کار رو بکنم یا از بچم انتظار داشته باشم از الفاظ نادرست زمان صحبت کردن استفاده نکنه ولی من خودم این کار رو بله. میدونی پس همه چیز من فهمی کنم باید از ما اول شروع بسه. بشه ام. وقتی ما این رو شروع میکنیم طرف مقابل ما هم این رو در واقع یاد میگیره که خب اگر من به حریم های او احترام میذارم پس او هم باید به حریم های من احترام بذاره هم. و حالا با توجه به تجربه که تو این قسمت دارم یه وقتایی شده که عزیزان اومدن به من گفتن خواهر ما همه این کارهایی که شما میگین بکنید و کردیم همه. ولی فایده نداشته به نظر شما الان ما باید چیکار کنیم من بهشون اینو میگم همیشه میگم که اگر اون فرد که شما میخواید باش حریم تعریف کنید همسر و فرزند شما هست یا یک عضو بسیار نزدیک از خانواده شما هست شما باید از یک نفر دیگه کمک بگیرید باید از یک مشاور توی این قسمت کمک بگیرید ولی اگر کسی هست که در این دایره نیست و فاصلش از شما بیشتره اشکالی نداره شما میتونید سطح رابطه خودتون رو بیارید پایین تر یک کم مرزهای خودتون رو محکم کنید, کنید. و این برای چیه؟ آیا برای اینه که شما میخواید نسبت به اون فرد بیمحبتی نشون بدید؟ نه این برای این هست که شما میخواید از خودتون محافظت, 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 محافظت کنید و این خیلی مهمه خیلی خیلی ممنون آزاده جون برای تمام این نکاتی که گفتی برای چند لحظه میریم و دوباره در خدمت شما هستیم آزاده جان خیلی خیلی ممنون خیلی. که مهمان برنامه ما شدی واقعا استفاده کردیم از صحبتات ما به رسم یاد بود هدیه ای رو براتون داریم مرسی. که تقدیمتون کنیم خیلی ممنونم, خیلی ممنونم. مرسی که من رو برای این برنامه دعوت کردیم مرسی آزاد جان که با ما همراه بودی عزیزان راه های ارتباطی با ما رو همین الان روی صفحه مشاهده میکنین میتونید با ما در ارتباط باشید و منابع بسیار مفیدی مخصوصا در مورد حد و هست که میتونه در اختیار شما گذاشته بشه تا برنامه آینده و هفته دیگه خدا نگهدار. علمدار. میلاد ساکن شیرازه. اون تو اینستاگرام یه پست مسیحی میبینه و کنجکاوه که بیشتر بدونه در موردش. حالا اون دنبال یک انجیل ولی نمیدونه که چطور میتونه این انجیل رو به صورت امن دریافت کنه. وبسایت کلمه جواب ماجراست. است. خیلی آسون، تنها با چند کلیک روی گزینه چت، هر شخص میتونه تو هر زمان از روز انجیل رایگان دریافت کنه. انجیل در ایران و اکثر نقاط دنیا کاملا امن به دست شما میرسه. پس اگر شما یا یکی از دوستانتون نیاز به انجیل دارید، حتما به وبسایت کلمه مراجعه کنید.